پلی برای 1500 سال پیش در استان کوکیلو و ایرحمت. پل پاتاوه روی رودخانه بشار هستش. اهمیت بسیار زیادی در دوره تاریخی خودش احتمالاً داشته. از کجا به این نتیجه میرسیم؟ ببینید، پل باستانی استان کوکیل و بویرحمت که برای روستای پاتاوه هستش، در دوره‌های مختلف تاریخی یا مرمت شده یا کنارش پلی ساختن. این نشان از اهمیت بالای پل. پل پاتاوه با نام‌های پل تخت شاهنشین و پای پل نیز شهرت داره که برای روستای پاتاوز از توابع شهر یاسوج، استان کوکیل و بویرحمت. در مورد سابقه تاریخی پل خیلی اختلاف نظر هست. بعضیا میگن برمیگرده به دوره ساسانی، ولی بعضیا میگن نه، عقب‌تره، یعنی برمیگرده به دوره هخامنشی. این موضوع یه چیزو برای ما کاملا روشن میکنه که این پل حداقل برای 1500 ساله پیشه که برمیگردیم، یعنی آخرین دوره های دوره ساسانیان. ولی قدمت این پل هنوز کاملا به اثبات نرسیده، چون اختلاف نظر راجبش هستش. پل پاتاوه یا همون پل تخت شاهنشین به صورت شیش ضلعی هستش و در 2 کیلومتری غربی پاتاوه قرار داره. به اعتقاد محلی ها قدیمی ترین پایه پل زمان هخامنشی ها احداث شده. در زبان محلی منطقه به این پل، پل تخت شاهنشین هم گفته میشه. نمای این پل از سنگ سفید تراشیده شده هست و علامت سنگ تراشان رو روش کاملا میتونیم ببینیم. از این جهت میتونیم با پل‌های هخامنشیان در استان فارس مقایسهش کنیم. اینجا اولین اختلاف نظره که ببینیم برای زمان ساسانیانه یا هخامنشی. از مشخصات بسیار ویژه این پل، نمادهای سنگ تراشی روی پل هستش و این یکی از ویژگی های پله که باز در دوره ساسانیان هم ما اینو میبینیم. باز اینجا رسیدیم به ساسانیان، یعنی ما یه تقابلی داریم که نمیدونیم برای هخامنشیانه یا ساسانیان. 19 دیماه سال 56 بودش به علت اهمیت بالای این پل، این پل ثبت آثار تاریخی شدش و به شدت هم جاذبه گردشگری داره. حتما بریم ببینیم، راجب تاریخش مطالعه کنیم. خیلی اهمیت داره که ما بفهمیم دوره ساسانیان یا دوره هخامنشیان قدمت این روستا رو از توابع شهر یاسوج رو به شدت میبره بالا. نمونه این پل در همین استان کوکیل بویرحمت، استان فارس و استان خوزستان هست، یعنی دهدشت، پاتاوه و بهبهان. همه این پلایی که گفتم هخامنشی هستن. بریم ببینیم و کاملا هم قابل قیاسن و شما آنچنان تفاوتی نمیبینید. به این علت هاست که نمیتونن تشخیص بدن این پل برای دوره هخامنشیانه یا برای دوره ساسانیان. روایت های محلی زیادی اینجا داره، ولی یکی از روایت هایی که برای من جالب بود میگفتن در زمان قدیم درخت های بسیار بلند و پربرگ اونجا بوده. منطقه تقریبا کوهستانی ولی گرم. در فصل های گرم منطقه کوهستانی میتونه به شدت آفتاب سوزانی داشته باشه. به این علت میگفتن تخت شاهنشین که این درختان زیبا یک سایه بسیار بزرگی رو درست میکردن و وقتی تو اوج گرما بود شما میرفتی زیر این سایه در کنار رودخونه میشستید مثل یک شاه. به خاطر همین بهش میگفتن تخت شاهنشین. منطقه بسیار زیباییه. کلن روستای پاتاوه و استان کوکیل بویرحمت به شدت زیباست. حتما باید برید ببینید. تو این ویدیو من راجع به اینکه این پل برای دوره هخامنشیانه یا برای دوره ساسانیانه صحبت کردم، ولی موضوع مهم اینه که برای هر دوره‌ای باشه این پل قدیمی و جز آثار ملی ما هستش و به شدت هم زیباست. پس فقط قدر این آثارهای ملیمون رو بدونیم و به شدت ازش حفاظت کنیم، راجع بهشون مطالعه کنیم، به دوستانمون، به دوستان ایرانی خارجی فرق نمیکنه، معرفی کنیم و بگیم آقا ما همچین جاهایی تو ایران داریم، برید ببینید ما چه تاریخی داشتیم، چه فرهنگی داشتیم و پوز بدیم. واقعا رک بخوام بگم ما باید پوز این چیزها رو بدیم، چون شاید فرهنگمون حتی به مراتب کمتر از سابق شده باشه، چون فکر میکنم هیچ یادگاری یا ما نمیبینیم نوشته باشه علی و حسین از دوره هخامنشیان سال 1001. نه، ما چیزی نمیبینیم. الانه که داریم اون یادگاری ها رو مینویسیم
و حواسمون نه به طبیعت، نه به مردم، نه به فرهنگ. حواسمون رو جمع کنیم، این نقاط رو به دوستانمون معرفی کنیم و تا میتونیم کیف کنیم که ایرانی هستیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. چنل منو سابسکرایب کنین، تو اینستاگرام با من در ارتباط باشین، بگین کجا رو دوست دارین بریم ببینین، یا یه وقتی از شما من میگین امیر تو اینجا رو نرفتی ببینیم، برو ببین چه جای تاریخیه، چه جای فرهنگیه و چه جای طبیعیه. حال دلتون سبز باشه، لبتون همیشه روش خنده باشه ولا غیر. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.